متخصصان و صنعتگران صنایع نظامی و دفاعی کشور با اتکا به آخرین پژوهش‌های علمی نیازمندی‌های دفاعی در عرصه‌های مختلف از جمله صنایع موشکی، زرهی، الکترونیک، هوایی، دریایی، زمینی و دفاع غیر عامل را طراحی و تولید می‌کنند. در دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران ضمن حذف موارد ضد بشری در تولیدات، جنبه‌های دفاعی آن تقویت شده است. بخشی از محصولات صنایع نظامی و دفاعی کشور مخصوص دانشمندان هوا فضای ایران است که مشابه آنها کمتر در دیگر کشورها مشاهده می شود. از ویژگی‌های مهم صنایع هوا فضا به ویژه صنایع موشکی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گذر از مرحله مهندسی معکوس به مرحله ساخت، طراحی و تولید انبوه سامانه‌های موشکی است. این در حالی است که متخصصان داخلی کشورمان به فناوری ساخت تجهیزات تست سامانه‌های هوا و فضا دست یافتند. ما در دوره‌های مختلف ثابت کردیم که به سامانه‌های پیچیده موشکی قابلیت دسترسی و طراحی داریم. عمق ساخت از قطعه و همینطور مواد اولیه تا مجموعه ها و نهایتاً محصول رو داریم. محصولات تولیدی در بخش صنایع موشکی کشورمان از نظر طراحی و ساخت در کلاس محصولات اروپایی و از نظر قیمت و بهای تمام شده در کلاس کشورهای شرقی قرار می گیرد. شاهکار تولیدات موشکی ایران موشک انواع موشک های کلاس شهاب هست که در آخرین کلاس اون ما به دقت های بسیار بالایی در حد 0.1% برد دست پیدا کردیم. با سرعت بالای 5 ماخ برای برخورد با جو و همینطور ورود به جو که قابلیت هر گونه جمعیت و کنترل رو توسط نیروهای مراقب کنترل کرده و اونها رو جوابگو هست. از جمله دیگر دستاوردهای صنایع موشکی میتوان به موشک سطح به سطح دریایی کوثر که تولید بومی آن در سازمان هوافضا انجام میشود و موشک های میثاق 1 و 2 که در پدافند هوایی پست کاربرد دارد اشاره کرد. همچنین متخصصان داخلی در بخش پدافند هوایی متوسط موشک صیاد و در بخش پدافند ضد زره موشک طوفان را ساختند. ما مواد اولیه موشک‌های خودمون رو هم در داخل داریم می‌سازیم و اینها رو بی‌نیاز هستیم. شاید بیگانگان فکر بکنن که برخی از موادی که از اونها تعمیم می‌کنیم به خاطر نیاز هست. اینطور نیست. ما به ورژن‌های مختلفی از تولید کنندگان مواد اولیه دسترسی داریم، به مناسبت‌های مختلف از اونها استفاده می‌کنیم و در جمهوری اسلامی هم این توان به حمد الله وجود داره و اون رو هم انشالله در حال توسعه هستیم. فناوری ساخت و تعمیر و اوورهال انواع هواپیماها و موتورهای هواپیما از جمله دستاوردهای صنایع هوایی است که متخصصان داخلی در سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به آن دست یافتند. امروز تولید کنندگان بسیار زیادی در کشور ما قطعات هوایی را با بالاترین استانداردها می‌سازند و همچنین در مجموعه‌های مربوط به خود صنعت هوایی اینها ساخته میشه که تمامی اینها اجازه داده که ما در این دهه سوم انقلاب بیش از 60 نوع محصول جدید در حال طراحی و تولید هستیم و می توانیم اینها رو عرضه کنیم به بازارهای داخلی و بعضن بازارهای بین‌المللی. از سوی دیگر صنایع هوایی کشورمان به فناوری طراحی و ساخت و تولید انبوه هواپیمای ایران 140 با کمک دو کشور روسیه و اوکراین دست یافته است. توانستیم این هواپیماها رو بر قراردادهاش رو با خطوط اصلی کشورمون امضا بکنیم و خوشبختانه امسال مردم عزیز ما شاهد پروازهای این هواپیما در خطوط هوایی اصلی کشورمون بیش از گذشته خواهند بود. همچنین در این راستا قطعات و مجموعهای اساسی این هواپیما که شامل موتور این هواپیما هم میشه رو برنامه‌ریزی شده و در سال پایان سال گذشته ما خط تست و مونتاژ موتور TB3 که یک کار انتقال تکنولوژی از کشور اوکراین هست رو آغاز کردیم و هم اکنون کار تست و مونتاژ به طور کامل انجام میشه. یکی دیگر از پروژه های در حال اجرای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساخت بالگرد ملی است. این بالگرد با فناوری ساخته شده است که قابلیت پرواز در تمامی شرایط جغرافیایی کشور را دارد. این بالگرد می تواند تا 16 نفر را حمل کند و همکنون زیر ساخت های تولید انبوه این پرنده در کشور در حال ایجاد است. این بالگرد با ویژگی های عالی
در 7 سال آینده عملیاتی خواهد شد. این بالگرد دو موتوره می تواند در امداد و نجات، پرواز در مناطق کوهستانی و دیگر مناطق جغرافیایی و سکوهای نفتی کاربردهای گوناگون داشته باشد. ساخت این بالگرد در کشور تحول عظیمی را هم در صنایع نظامی و هم در صنایع هوایی کشور ایجاد خواهد کرد و جمهوری اسلامی ایران می تواند با تولید انبوه این بالگرد در زمره تولید کنندگان و صادر کنندگان بالگردهای جهان قرار گیرد. از جمله دیگر تجهیزاتی که در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دست متخصصان داخلی کشورمان ساخته می شود، تجهیزات الکترونیک، مخابرات و اپتیک است که در مواردی از جمله جنگ‌های الکترونیک، پدافند هوایی و سیستم‌های راداری به کار می روند. در مباحث دفاعی و مخابرات نظامی ارتباطات پایدار و امن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است که متخصصان داخلی در این زمینه به مرزهایی از دانش و فناوری رسیدند که قادر به تولید انواع بیسیم‌های مخابراتی در باندهای VHF, UHF و HF و جهش فرکانسی هستند و در اختیار نیروهای مسلح قرار دادند. این برای اولین بار هست که این نوع محصولات با ویژگی‌های کاربردی و عملیاتی با مشارکت بسیار نزدیک خود نیروهای مسلح اتفاق افتاده و میتونیم به نوعی بگیم که در بعضی از این بیسیم‌ها با لبه تکنولوژی دنیا تقریبا در حالت تشابه و مساوی قرار داریم. بنابراین امروز میتونیم ادعا رو بکنیم که در بحث مخابرات در صحنه عملیات نظامی ارتباط بین سطح نفر سرباز با رده فرماندهش در منطقه و همچنین فرمانده با مرکز فرماندهی برقرار هست. در مخابرات نظامی امنیت ارتباطات جایگاه ویژه‌ای دارند که کارشناسان داخلی وزارت دفاع برای جلوگیری از هر گونه ایجاد اختلال و یا شنود و مزاحمت‌های مخابراتی، امنیت را به عنوان یک بحث راهبردی در صنایع دفاعی مخابراتی دنبال کرده و به موفقیت‌هایی هم دست یافتند. در حوزه پدافند هوایی تمام سامانه‌های راداری که در حقیقت میتونن پوشش راداری پدافند هوایی ما رو به صورت تکمیل بکنن، امروز در مجموعه صنایع الکتریکی ایران به دست بچهای خودمون طراحی و ساخته میشه. انواع رادارهای در حقیقت برد بلند، برد متوسط و برد کوتاه و ارتفاع پست برای اهداف با سطح مقطع‌های بزرگ تا کوچک رو تونستیم به لطف خدا طراحی و تولید بکنیم و این رادارها امروز پوشش دفاعی و بازدارندگی بسیار خوبی رو برای مجموعه نیروهای مسلح ایجاد کرده. امروز در جمهوری اسلامی ایران مجموعه صنایع دفاع هم از هوافضا، موشکی، صنایع الکترونیک و مخابرات، پدافند هوایی و دیگر صنایع نظامی مرزهای مشترک فناوری را در کنار یکدیگر پشتیبانی کرده و این انسجام و یکپارچگی جزئی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران است. جوانان این مرز و بوم و متخصصان داخلی کشورمان در طول 28 سال گذشته توانستند شعار ما می توانیم را محقق کنند. شعاری که در عرصه‌های مختلف به جهانیان ثابت شده است. در عرصه‌های پزشکی و از همه مهمتر عرصه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای. یکی دیگر از عرصه‌هایی که جوانان این کشور موفقیت‌های بسیار زیادی را کسب کردند، عرصه صنایع هوا و فضا. ساخت موتور مینی جت، ساخت موتوری که 8 کشور جهان تکنولوژی و فناوری اون رو در اختیار دارند که جمهوری اسلامی ایران یکی از این 8 کشور است. مجید اخوان، خبرنگار شبکه خبر.